دیت بال. توی این سری از تورنمنت ای فوتبال 21 یوتیوبر و استریمر شرکت کردن که پشت عکس هر کدوم 3 تا از فوتبالیستای مورد علاقه‌شون پنهان شد. هر شرکت کننده که وارد این مسابقه میشه باید 11 تا بازیکن ترکیبش رو با شناختی که از این یوتیوبرها داره بچینه. مثلا شرکت کننده حد میزنه که بازیکن مورد علاقه سام صابری مسیه. اگر پشت عکس سام صابری مسی باشه، علاوه بر اینکه کارت مسی وارد ترکیب اون شرکت کننده میشه، یه بازیکن دیگه هم اون شرکت کننده میتونه به دلخواه خودش به ترکیبش اضافه کنه. اما اگر اشتباه حد بزنه، فقط بازیکنی که پشت عکس سام صابری هست وارد ترکیبش میشه و نمیتونه بازیکن دلخواه رو به ترکیبش اضافه کنه. در نهایت که ترکیب تکمیل میشه، به ازای هر بازیکنی که توی پست درست قرار گرفته باشه امتیاز به دست میاره که اگر هر 11 تا بازیکن توی پست درستشون قرار گرفته باشن، 70 امتیاز طلایی هم برای ترکیبش میگیره. با ترکیب هر شرکت کننده دو تا بازی انجام میدیم که هر برد 300 امتیاز و هر مساوی 150 امتیاز داره. اما تو این دیت فوتبالی کدوم یوتیوبر امتیاز بیشتری میگیره و قهرمان میشه؟ سلام و درود، خوش اومدیم به اولین قسمت دیت بال، اولین دیت فوتبالی. اومدیم امروز با سلطان فشارهای شمال کشور، عشق جان قلب آقا احسان میرزاد. سلام، خیلی مخلصم، درود بر تک تک بینندگان. دیت تو قرار نبود دیت بیا. بله 21 از یوتیوبرهای کشور جمع شدن اینجا. شما خودت هستی، باید حدس بزنی که اون یوتیوبر بازیکن مورد علاقهش چیه. خیلی شانس تاثیر داره. از فوتبالی های قدیمم، اون موقع ندوت دیگه باید ببینم رفیقاتو چقدر میشناسی. شما باید اینجا رو پر کنی. میخوام برم سرمربیمون ژاوی آلونسوه. مگه قدیمی نیستی؟ ژاوی آلونسو رو واسه گذاشتم دیگه. ژاوی آلونسو نفس. ممنونم. خوشت نمیاد؟ میخوای من میتونم عوض کنم؟ نه خوبه بذار باشه. خودم یاد جوانیام میندازه، شبیه خودش بودم. الان از بین این یوتیوبرها با کدومشون بیشتر رفیقی؟ بیشتر میشناسیشون؟ بچه ها رو که همه رو میشناسیم، ماشالله همه هم هستن دیگه. بینی هست، آرمان هست، عموسام صابری هست. میشه اول با عمو تئوری شروع کنیم؟ چون تتو کرده رو پا راستش CR7. ببین ممکنه مثلا اونو دومی گفته باشه یا سومی گفته باشه. دیگه اون خریت خودشه دیگه، تتو زده مرده رو با اولی بگه دیگه. اولی با CR7 بگه. قاعدتا منطقا شما وقتی یارو تتو میزنی رو پات، بعد همون اول بگی. خب الان یعنی تو میگی عمو تئوری گفته رونالدو. عمو تئوری گفته رونالدو. مطمئن؟ باز کنم ببینم چی گفته. تتو عمو تئوری رونالدو بود یا نه؟ چی بود؟ شماره 10 زده بود؟ چیکار کرد؟ من گفتم الان من دوچار تشویش کردیم متی جان. آره بزن رونالدو، بزن بگو رونالدو گفت. ای خدا میگم چیکارت نکنه. نیمار! نیمار از دنیا رو بوده. خدا لعنتت کنه عمو تئوری. خدا لعنتت کنه. بعد اصلا تتو شماره 10 تو چجوری داری میگی CR7؟ من نمیدونم چرا یه CR7 هم دیدم الا ماشاءالله تتو اونجا رو پاش زیاد داره. وا خاک تو سر من کنن عمو تئوری. امتیاز این بخش رو نمیگیری شما. بنده یک نیمار قشنگ میذارم توی تیم شما، ولی نیمارم خوبه خدا وکیلی. نیمارم خوبه. 101 عالیه. بچه‌ها اکثریتشون چون فوتبالی نیستن، یه سری بازیکنای کلیشه‌ای گفتن. کمک دارم بهت می‌کنم. الان دیگه عمو تئوری رو نمیتونی انتخاب کنی. بله، عمو تئوری. ببینم دیگه کیو انتخاب کنی. عمو تئوری دکمه قرمز شما رو زد تو دیت. عمو سام صابری به نظرت کیو انتخاب کرده؟ من که میدونم مد اسنایپر کیو انتخاب میکنه تو فوتبال، چه میدونم لو یکی مثلا مد اسنایپر میتونه مثلا اسکین مسی تو پابجی هست، مثلا میتونه مسی رو انتخاب کرده باشه. تو فورتنایت هم هست مسی. آخه مسی اصلا تو خود وارزون هم هست دیگه. ببین شاید من گمراهت بخوام بکنم، شاید من بخوام راهنمایی کنم دیگه، این خودت بعد متوجه شی. تو یه گمراه کننده ای، تو یه گمراه کننده ای میتی پس. من ببین احسان، قیافه سام صابری، سام صابری شبیه به امباپه نیست؟ من به نظرم امباپه رو انتخاب کردم. قیافه سام صابری به رئالی میخوره، بارسایی میخوره، اسپانیا نمیدونم، مثلا شاید تیم ملی قله نو بهش میخوره، رئالی باشه. من رو امباپه میبندم رو سام صابری. شاید گفته باشه بازیکن مورد علاقه‌اش جوان جویای شوتای سنگین شبیه اسمهای سام صابری. مطمئن دیگه؟ تیریه که ما میزنیم دیگه، خیلی سخته. وای وای تو
تو رو خدا چه جوری گفتی امباپه؟ وای! که سرخیو راموس گفته. یه گوشه ذهنم راموس بود، نمیدونم چرا. دلیلایی که اصلا تو داری میاری من متوجه نمیشم. اصلا تئوریایی که دارم میارم از داخل ته آشغالی پیدا میکنم اینا رو. بیا آقا سرخیو راموس اومد تو ترکیب. انتخابت خوب بود. اوکی بود انتخاب. اصلا مهم نیست. حدس بزن که چی بشه. مهم اینه بچه‌ها تیم قوی باشن. الان دارم راهنمایی میکنم به کسایی که رئالیان قیافشون به رئالیان میخوره صدم روشون هستی رئالیان هیچ کدوم امباپه رو نمیگن به خاطر اینکه امباپه اصلا بازیکنیه که رئالیا ازشون بدشون میاد میگن آقا یه سال نیومدی پول بدیم بهت به خاطر پول مونی پاریس سن ژرمن خاک دوست داره امباپه خاک دوست داره احمق هیتر یارو شد انتخاب بعدیت ببین تو دوتا دیت شکست خوردی احسان دوتا شب انداختنت بیرون زندگی واقعیم تو دوتا دیت شکست نخوردم هیچ شناختی یا بقیه نداره احسان برو بعدی بابا خیلی سخته تو با من با یارون چقدر باید نشست و برخواست داشته باشی بازی کنه مورد علاقه شم اگر بدونی اما جاروی کدو کرده میگه هفت ده بابا ده یه هفت تفتیر اون لا بود دیگه من حالا ریز دیدم اونجا فکر کردم سیار سوین بود نگو ده ببین برو سمت اول کسایی که میشناسیشون به نظر ما بچه نون و نمک زیاد خوردم ولی بازیکن مورد علاقه شون نمیدونم راجب آخرین چیزی که صحبت میکنیم فوتباله سهیل رو بریم سهیل به قیافش میخوره بارسایی باشه نمیدونم شاید به این ببین به این قیافه اقتدار میخوره مثلا همه چی میخوره بهش آفرین اصلا سیس عکس سهیل هم شما ببین ناکن اصلا مشخصه مثلا اومده برای عجب سیسی داری سهیل این عکس تو بگیر من خوب کنم بزنم به دیوار اتاقم ازش جربوزه و قباحت این عکس چه خوب افتاده اصلا دیگه. این عکس شما بذار کنار اون کلیپش که داره چیز میکنه میرقصه با اون آهنگ اصلا ما هم همخونی ندارن دو تا آهنگ دیگه هن. دو تا آدم دیگه هستن الان تو داری میگی سهیل بارسایی چه بازی کنی؟ بارسایی هم باشه مسی و اولی میگه به نظره تو خیو تچره سوهل شبیه کارلوس پویول نیست منم هرس میخورم و دست احسان میرزاد من نمیدونم ولی خب ولی پویول رو هیچ کس اولین گزینه نمیگه قاعدتا چه میدونم مسی ببین مثلا تو مثلا فکر کن یکی که بارسایی باشه هیچ وقت نمیاد از بارسای الان مثلا بازی کن بگه چقدر من دارم راهنمایی میکنم به این احسان میرزاد آفرین آفرین ممنونم نه اینا چیز بدیهی مدیجه یعنی چیه یه کلمه و حرف میزنه میگی راهنمایی دارم میکنم بابا تو داری میگی رئال مادرید امباپه نم رونالدو رو گفت مثل رو راموس رو گفت مصطفی بازیکن معروف بارسا که یه نفر بارسایی باشه انتخابش کنه کیه؟ مسی به جز مسی ژاوی چرا مسی رو مثلا نمیگی؟ آه مسی رو بگه به مسی گفته سوهیل سولو مسی رو انتخاب میکنه به نظرت؟ اولین بازیکن مورد علاقه‌اش آفرین پس مصطفی گفت دنی آلوز منم که گفتم ژاوی پس مسیه بیا پایین مسی آخرین گزینته مسی آخرین گزینه بکش پایین مدی جان بکش پایین نویر نویر کی انتخاب میکنه خود اصلا سوهیل سولبو دروازه‌بانه عجب خری هستم من اصلا بارسایی نبو کاری نداریم این دروازه وای میسه سوهیل بابا توی اوپام همش سوهیل دروازه بود خدا دروازت به چیه بسو من نمیدونم حالا بده اصلا مسی 98 ببین احسان نصف راهو رفتی نه جدی دارم میگم ببین در تیمت دروازه‌بان داشته باشه راحت میبری اصلا تو ما چیکار داریم کی چی انتخاب چیکار دارم میکنم ما تیم قوی بسی اینا همش هدفمنده ببین من میگم یه دونه رو سری بزن قیافه‌ای ببین سری بگو فلان بنی مسی بنی مسی مطمئن بنی مسی مطمئن مطمئن بنیامین مسیه اصلا ناوتسیستش رو نگاه کن تو خودش اصلا شبیه مسی بود تو یوکاپ من میدیدم برم باز کنم باز کنی چی کارت کنم مسی چه گزینه دیگه ای من دارم اصلا آلفونسو دیویس این کیه اصلا؟ بابا بنیامین عاشق بایر مونیخه تو یوکاپ هم قرمز پوشیده واسه بایر مونیخ همیشه میپوشه چجوری خود... برمیقشو نمیشتاسه خدا بابا سلیقه فوتبالی آدم ها خیلی عجیب و غریبه الان به قیافه من میخوره یوونتوسی باشم نه جز مسی و رونالدو گزینه دیگه ای داری احسان یا نه 97 خیلی واقعا ببین تو الان داری خوب چیز میکنی من جدی. دیگه واقعا ندارم تو جیبم اینو رو کنم بنیامینم گفتی برو بعدی علیگرزی مارکو رویز رو انتخاب نمیکنه آقا این آلمان دلیل نمیشه مثلا تیم آلمانی رو دوست داری یعنی اصلا به من چه اصلا میتونی انتخاب چه من منطق من تا الان مثلا منطقی بود نه
ببین تو بعد یه چیزی رو بگی که اکثریت دوستشون دارن، مثلا نیمار، مسی، رونالدو. هر چی رو همه اینا رو گفتیم، نصف رو گفتیم مسی و یکی گفتیم رونالدو، هیچ کدوم در نمیاد. از کجا میدونی؟ همینجوری میتونی بگی مسی؟ بالاخره یکی مسی گفته دیگه. نه بذار گزینه ها متعدد باشه، درک مسی در نمیاد. الان مثلا دو تا یوتیوبر مسی در بیارن، ما باید چیکار کنیم تو ترکیب مثلا قبلش باشه؟ اگر دو تا نیست، من فکر اینجاشو کردم احسان جان. دو تا هیچ وقت نیست. علی زلزله بازیکن محبوبشو نمیدونم، ولی مطمئنم حالش از مولر به هم میخوره. آها خب اینو داری درست میگی. خب پس طبیعتا اگر از مولر بدش میاد، بایر مونیخ هم دوست نداره. نداره آره قاعدتا. این دیگه من راهنمایی کردم دیگه. هالند رو انتخاب نکردی؟ چرا یکی مثل علی زلزله سیبیلو این قیافه الان میخوره؟ علی زلزله قشنگ یه پیش کسوت باشه. خدا چرا آخه باید یکی هالند رو انتخاب کنم؟ من از کمک های میده مصطفی. علی زلزله به نظر بازیکن محبوبش کیه؟ وای مگه اصلا میشه علی زلزله رو تو ندونی احسان؟ اصلا تیم مورد علاقه علی رو میدونی؟ خانوم مگه نیستون؟ چرا با خانوم انتخاب کنه؟ الکس مورگان محبوب همه است. نه خانوم نیست، اصلا خانوم نداریم تو بازی. اصلا خانوم کسی انتخاب نکرده تو بازی. احمد من اکی دارم کمک میگیرم بابا. علی زلزله طرفدار کدوم تیمه؟ کدوم تیم تیمو دوست داره؟ کجایی بود؟ انتخاب کن ببین یه چیزی شانسی بگو. بابا میتی پس هیچی نمیگه به من، یه جمله میگه میگه راهنمایی کردم. آقا جان برو سمت تیمای اسپانیایی. تیمای اسپانیایی یا رئال یا بارسا دیگه. بارسا دیگه. لواندوفسکی. بعید میدونم لواندوفسکی بازیکن مورد علاقه کسی باشه. جدی میگم. از دورتموند مرده اومد بایر، از بایر اومد بارسا. کدوم خریب این دل میبنده؟ خب دیگه. خب اون واسه چی داری میگی؟ اصلا کسی رو انتخاب نکرده از بین 21 یوتیوبر. سگ لواندوفسکی انتخاب نمیکنه. از اون یکی بچه انتخاب نمیکنه. نه آره ولش کن. الان تو بارسا میتی؟ نمیتونم بگم مشخص میشه قشنگ. بگم مشخص میشه. ببین لواندوفسکی نیست. احسان نیمار نیست؟ آقا بذار جدی. علی دیگه مسیه دیگه. علی مسیه دیگه. بکش پایین علی. همچی مطمئنی؟ بکش پایین دیگه. چی بگم دیگه؟ بکش پایین. علی مسی رو انتخاب نکنه. باریکلا مسی رو درست گفتی. یه نفر درست گفتی. درود بر شرف در زلزله. میام میبوسم صورت تو. بابا علی زلزله اصلا باروسا فنه، اصلا رئال بدش میاد. مسی فن قهار، اصلا پشتش آفرین. خدایا این لباس بارسا تنش هستن. ای خدا شرف خدای شکرت مسی هم اومد تو یه نفر رو بالاخره درست گفت. یه بازیکن مسی 106 بهترین بازیکن رو برداری. چه جایزه داریم الان مسی؟ آره یه جایزه داری، میتونی هر بازیکن دوست داری برداری بیاری تو ترکیبت. از همه بازیکن‌ها رو ما تقریبا داری. الان جایزه از کدوم می‌خوای بیاد تو؟ یه دقیقه ببینیم چی کم داریم. همه چی کم داری شما؟ آها یه هافک درست درمون می‌خوایم. چیزو بیار آقا، پیرلو رو بگیر بیار تو. چیز پیرلو جدی یوونتوسی؟ پیرلو برای چی یوونتوس جانم آقا؟ پیرلو یوونتوس رو گذاشتیم وسط. علی زلزله رو درست هست. ببین منم هستم، منم پایین هستم، میتونی منم انتخاب کن. الان با علی زلزله چف شدی هستم، یعنی قشنگ میتونیم. آره خب میتی تو رو انتخاب میکنم که بتونم از زیر زبونت بکشم بیرون. میتی اصلا به این بازیکنایی که من گفتم اون کس نمیتونه بگه. من سخت گفتم اسمشون رو، فکر کنم ندونی اصلا. مریضی مگه؟ خب برو یکی دیگه. واه چرا انگول میکنی؟ آقا چهره ای اصلا بگو. من چهره ای بهت میگم. الان محمد افشار چهره شبیه مروان و فلینیه. من بگم یعنی چی چهره ای بگو؟ قیافه میخوره رئالی باشه، یعنی افراد دیگه. هادی به نظر کجا؟ هادی به نظرم قدیم فوتبال میده. بازیکنی که گفته جدید مدید نیست هست. خب هادی آره یه بازیکن مثلا قدیمی از رئال. نه هادی بارسایی میخوره باشه، قیافش شای بارسایی خندانه. خب هادی جاویو نگفته؟ میتونه گفته باشه. بکشم پایین مطمئن. بده پا هادی. آره بده جاوی
پویول. وای وای پویول. وای من پویول رو تیمشو درست گفتی. پویول سر یکی دیگه گفته بودم تو اصلا یه جوری گفتی از تو گزینه هم حذف کردم پویولو. تیمشو درست گفتی. پویول بابا خیلی سخته. خیلی سخت کنکور سراسری سختره بین گزینه ها انتخاب کردن اینو. خوبه ولی دفاعمونم جور شد. واقعا تیمتو داری خیلی خوبه. دفاعمون جور شد. خیلی خوبه. یعنی خیلی تیمتو داری خوب میچینی. خب ببین به نظر من اگر جای تو بودم فکر میکردم رونالدو رو کی گفته. قیافه رونالدو پسند. رونالدو رو نگفته رضا اینه. بکشم. بین رضا اینه و سمسمه موندم که کدومشون رونالدو رو گفته. رضا اینه هم یه ویدیو راجع به رونالدو ساخته بود که اومده بود تو ایران. خب ببین من نمیدونم سمسمه یا رضا اینه. رضا اینه رو بده پایین. میگی رضا اینه رونالدو. رضا اینه رونالدو. رضا تو رو خب. وای خدای شکر خدای شکر ممنونم رضا رئال فنه ممنونم از رونالدو خوشش میاد خدای شکر اصلا رونالدو خیلی داره خوب میگه اون روزی که رونالدو اومده بود ایران روزی که رونالدو بازی داشت اومده بود ایران من پیش رضا بودم سر پروژه بودیم خب حالا یه بازیکنم میتونی اشانتیون بیاری احسان بازیکن دفاع راستمون رو دفاع راستمون رو بیا دنی آلوز بذار مصطفی دفاع راست کی بذارم آباته داریم؟ آقا ول کن دنی آلوز خوبه همین خوبه ها آباته ایناسی آباته اول قرار چه میلان هست؟ اصلا یه بازیکنایی داری میگی من تو عمرم نشنیدم آجی اصلا آباته رو نمیشناسی؟ وا من نشنیدم دنی آلوز بذار پس دنی آلوز دفاع تکمیل شد مهاجما تکمیل شد ببین دو تا هافبک می‌خوایم دو تا هافبک ناب محمدی می‌خوایم بچینیم تو ترکیب ببین الان کارت خیلی سخته مثلا حدس بزنی بگی مثلا دیگه رونالدو مسی رو چون نداری دو تاشون رو کشیدی بیرون آره الان من جای تو بودم مثلا قیافه‌ای فکر می‌کردم مثلا آرمان تئوس مثلا هافبک گفته مثلا قیافش می‌خوره فقط باز می‌کردم هافبک رو بگیرم تیم جمع شه راست میگی راست میگی منطقی گفتی مثال زدی تئوسو یا نه مثال زدی یا نه هرگی گفتی من گمراه من نکن نمیدونم فکر کنم یعنی بهتر از تو کسی ترکیب نچینه انقدر تو داری خوب میچینی جدی جدی میگی دو تا بازیکن دو تا حد زدی خدا شکر خیلی خوب چیدی خب آرموند فریک به نظرت هافک گفته مثلا آرموند فریک به نظرم بازیکن مورد علاقه اش میتونه گفته باشه اگر میخوای آرمانو باز کن آرمانو باز کنیم به نظرم بازیکن مورد علاقه آرمان مثلا ببین آرمانو میگیرم آرمانو میگیرم سمسون رو میدم دروغ نگو سمسون رو بعدی باز میکنم مثلا آرمان باز کنم پس آرمان باز کن اینیستا هافبک درست گفتی آجی خیلی داری درست حدس میزنی بازیکن مورد علاقه آرمان اینیستا هافبکمون جور شد اینیستا اصلا داریم ما آقای احسان میرزا یعنی چی نداشته باشی من چه خاکی تو سرمون بریزی میدی داری اینیستا به 102 تیمو ببین شما تیمت خیلی خوبه تیمو ببین منتخب جهان اصلا تیمتو احسان یه هافبک میخوای سمسنو رو بکش پایین سمسنو رو بکش پایین بکشم پایین سمسنو رو سمسنو رو بکش پایین سمسنو رو بکش پایین داداشم سمسنو چی گرفتی؟ بوفون بوفون دروازه‌بان وای دروازه‌بان داری دروازه‌بان داری عالیه اشکال نداره نویر الدن رو بگیر بندازی آقا بوفون رو بزن دروازه نویر رو بندازی غیبی بکنه بوفون رو ما تو بازی نداریم بازیکنایی که تو بازی نداریم شما باید یه بازیکن از خودت جایگزین کنی یه دروازه‌بان بگو دوناروما خوبه نه من فکر کنم دروازه‌بانی که بتونه جلو هم خوب عمل کنه مثلا چی داره میگه اصلا آره دیگه چون من بیارمش که دروازه نمیتونم بذارم مردیره پترچکو بیار یه جا بذار قدش بلند هدمت بزنه وای پترچکو آوردیم هافبک وسط عالیه 40 اوورالش یعنی هیچ کار نمیتونه بکنه اشکال قدش بلند مانع عبور توپ میشه ما همینو میخوایم ازش بذارم وسط بمانه خب احسان تو دوتا یوتیوبر دیگه میتونی انتخاب بکنی چون دوتا بازیکن اشانتیون داشتی این دوتا بازیکن دیگر رو اگه از یوتیوبرا بکشی بیرون میتونیم ما پسن پترچکو بذاریم تعویضی ایوه الان کدوم انتخاب میکنی؟ محمد افشار سریع میخوام باز کنم افشار رو سریع میخوام باز کنم برو 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 برو
بازیکن مورد علاقه چیه؟ مارسلو. چرا همه رئالی ان؟ همین آقا احسان میرزا، تو خودت رئالی یا بارسایی اصلا اومد اینجا؟ من اصلا لیگ اسپانیا رو قبول ندارم، فقط ایتالیا. یعنی چی؟ یعنی مسی رونالدو بازی میکردن اسپانیا نگاه نمیکردی؟ علاقه خاصی ندارم ولی رئالو ترجیح میدم. الان مارسلو هم گرفتی به دردت نمیخوره، بجا پدرچک بعد بذاری. اشکال نداره پدرچک بهتره. اینیستا رو بذار راست، مارسلو بذار چپ. آخری یوتیوبر میخوام ببینم کیو انتخاب میکنی هستم. الان تو به خاطر مارسلو امتیاز کامل ترکیبو نمیگیری، چون مارسلو اصلا دفاع چپ اوردیش هافبک گذاشت. از بین اینا باید انتخاب کنی، یه هافبک بکشی بیرون، کل امتیاز ترکیب چیدنو میگیری. چیکار کنیم؟ کیو انتخاب میونه این همه خوشگل کیو انتخاب کنم؟ فلیم حسین هست، فلیمو داریم. خودت تو میتی پس برام چی انتخاب کنی؟ یه بازیکن مورد علاقت کیه؟ اونجایی که سلیقه دیگه میتونی ریسک کنی. ممکنه من مثلا ببین، ممکنه من یه دروازه‌بان گفته باشم یا دفاع گفته باشم یا مهاجم، به حالت فرقی نمیکنه، ولی ممکنم هست هافبک گفته باشم. خودتو بکش پایین برام مهدی جان، مطمئنی؟ ببینم برای من چه آوردی. علی گریزیو بدم خودمو بگیرم؟ علی گریزیو دادم قبلا، بگی بد پایین. مانیکسویدو بدم خودمو بگیرم؟ بکش پایین برام مهدی، بکش پایین. قربون قد و قامتت بشم. کیو گفتی؟ هاول ندید. من سگتم، من پاره پورتم مهدی. چطور بازیکن مورد علاقت با من یکیه؟ بازیکن مورد علاقت با من یکیه. ندید دل پیرو، من چرا مثلا پاول ندود نگفتی؟ یه بار تو ویدیو پاول ندود نگفتی؟ بفرما پاول ندود 101 به جا مارسلو تیم تکمیل شده اصلا. پشمام پیلو ندود تو خط هافگی هستن، پاره میکنه این تیم. وای پیلو ندود ایزا اصلا جیر میده. خب ببین، خوشحالم که مالتو کل امتیاز ده، کل امتیاز ترکیبو میگیره احسان، به اضافه اینکه هر کی بتونه ترکیبو کامل بچینه 70 امتیازم به عنوان امتیاز اضافی میگیره. احسان از این بخش 400 امتیاز میگیره. اگر تیمش بتونه دو تا بازی و پشت سر هم ببره اونجا هم 600 امتیاز میگیره، یعنی از هر بازی 300 امتیاز میگیره، در مجموع 1000 امتیاز. اصلا نفهمیدم چی گفتی، میدونم زیاد امتیاز گرفتم. خارمادر امتیاز، ممنونم. آره. بر آقام ندوت بنده تعظیم. الان میخوای ترکیبت همین باشه؟ نمیخوای من رونالدو رو مثلا ببرم نوک، نیمار بیاد چپ؟ بذار ببین. نه دست نزن، همین رو بریم، همین رو جر بزنیم. بایستی ببینم مسی دم و چپ بیاد. کی باید چپ بیاد؟ نیمار چپاه؟ نیمار راسته. خب میخوای رونالدو و نیمار جا بیاد. آفرین واری کرد، انتخاب کاملا درستی کردی، کاملا منطقی بود انتخاب. اونجا که پیرلو وسط، ندوت چپ، این راستون در نماز و برو. حریف اومد احسان. بابا حریف چیه؟ اینا اصلا در حد ما نیستن. من الان به بچه تیم یه روحیه‌ای میدم. خودم احسان از ما قوی تر یارو، از ما یارو قوی تره. بشاش برو خونه، بشاش برو خونه. آقا ریدی پشت دروازه میدن عدس پلو. ای حریف تیم تو بردارو برو. همه حاجی واقعا قوی نیست یارو، میتونیم ببریمش راحت. تیم تو از اون قوی تر الان من دارم میبینم. دارم میگم اینجا آقا پیلو خودت کارو در بیار داداش. سن تا بقیه بیشتره، تو تیمو مدیریت کن. خودت جلو داره ریان دانی تیم حریف. احسان وسط جمعه بازار الان. خب احسان جان، با یک سوار ملا شروع میکنم. چی شدی، یوتیوبر یا بلاگر شدی؟ ما خیلی قضیهش مفصله، این سوال طولانیه، دو تا برنامه جا میگیره. وقت داریم، همچنان وقت داریم. آن رسید یه سال سال ارزم به خدمتت که من خیلی وقت پیش، یعنی قضیه 3-4 سال پیش، من تازه ازدواج کرده بودم. بعد من متولد 78م، 25 سالم. جونم واسط داری که آقا ما یه ویدیو خیلی معروف از من اومده بیرون که رفتم تو دیجی کالا، یه ساعت 126 میلیونی بود اون موقع، کامنت های عجیب غریب داشت و فلاینه. این ژانر اصلا وجود نداشت اون موقع، یه پیج دوست و رفیقام و اینا داشتم. من تئاتر کار میکردم توی دانشگاه، فعالیت های اینجوری داشتم. بعد توی پیجم آقا اومدم یه روز رفتم دیجی کالا، زدم ساعت، زدم گرونترین، یهو دیدم یه ساعت اومد سالم اصلا 96 بود اون موقع، 126 میلیون بود. آقا گرفتم رفتم کامنتاشو خوندم، کامنت چرت و پرت گذاشته بودم با همین تم عصبانیت و فلان و این داستان ها. یه استوری گذاشتم تو پیج شخصیم، بعد همه خندیدن و خوششون اومد اینا. یکی از دوستان
بود احسان گل زدی. احسان گل زدی. مرسی گل زد. مرسی کاشته گل زد. یک هیچ افتادیم جلو. ممنونم مرسی جان. ممنونم. دیجی کالا خوب. بعد تو چیکار کردی؟ بعد جونم واسهت بگه اون ویدیو رو ما استوری کردیم. بعد اون زمان پوریا وستو میشناسی؟ آره. پوریا وستو من اون زمان دورا دور میشناختم. یه دوبله یه چیزی زده بود من ازش مثلا خریده بودم صرفاً. پوریا وست پیج منو داشت. بعد گفتش یه اکانت تیک تاک داشت پوریا وست. گفتش احسان من اینو اجازه دارم بذارم اکانت تیک تاکم؟ گفتم بذار. گرفت گذاشت اکانت تیک تاکش. من شب خوابیدم صبح بیدار شدم دیدم کل اینترنت شده این ویدیوه. مثل سگ وایرال شده بود. صدا من از اونجا دیگه استارتشو زدی دیگه مستمر فعالیت کردی ها؟ نه. برو. برو. نه. دروازه خالی احسان. احسان دروازه خالی نزدم. وای وای وای. وای وای. بعد دیگه از اونجا مستمر استارت زدی؟ نه دو سال بعدش استارت زدم. اونجا بعد اصلا جونم واسهت بگه این کارکتر تازه خلق شد. یعنی فهمیدم یک کارکتر عصبی که نسبت به اتفاقات و قیمت‌های عجیب و غریب ریاکشن آره چلا گفت تمام شد اصلا دیگه من میرم. احسان گل دوم هم زدیم داریم میریم جلو. فاصله رو تعریف کن. بعدم میگم طولانیه دیگه توی وسطش گل میزنی دو تا گل نزن. نمیزنم بگو. بعدش که اونجا اصلا این کاراکتر عصبی سر خورد احسان. بود خوردی آره دو سال بعدش من دوباره شروع کردم یه پیج زدم همون روند ادامه دادم رسیدم اینجا. ممنونم خدا نگهدار خدافظ. اگر یک روز کاملا نامرئی میشدی اولین کاری که میکردی چی بود؟ خیلی سوال سختیه. میرفتم خونه ناظم مدرسه دوره راهنماییمون چوب میکردم تو باسنش. ناظم؟ ها چرا؟ آدم مزخرفی بود دیگه. آقای فیروزی فیروز من فیروز پور یا هر چیز ناظم دوره راهنماییمون. اگه یهو یه روز دیدی از غیب یه چوب رفت توت بدون من غیب شدم. ممنونم. احسان اگر دوست داشتی یک شخص معروف رو توی یک شرایط کاملا نامتعارف ببینی کدوم فرد بود؟ نامتعارف میتونه هر شرایطی باشه، مثلا جایی که یارو داره خجالت میکشه یا هر چیزی. حسام نواب صفوی. چرا احسان؟ چه گناهی کرده اون؟ تو سرچ کن تو گوگل حسام نواب صفوی سیستشو ببین. واقعا اصلا آمد واقعا داره میخواد تو کار نامتعارف ببینم اینو. مهارت عجیبی که داری و اکثرا نمیدونن چیه؟ با چشام میتونم صدا گوز در بیارم. چرا چرت و پرت میگی؟ با اینا صداش فکر کنم نویز کنسلینگ کنسلش کنه و اینا صدا گناه. صداشو شنیدی؟ احسان از خودت داری صدا در میاری؟ صدا پلکته واقعا. بابا با چشم دارم صدا گوز در میارم. اینا نکن اینا. جدی داری میگی؟ گل بعدی رو میزنیم. سه شما؟ یک ده یک اومد صداش. چه مهارت داری احسان؟ مهارت خاصی دیگه فقط دو نفر تو کجا دنیا به کار میاد این مهارت تو؟ اینو فقط دو نفر تو دنیا میتونن انجام بدن که اون یکیه از سریلانکا بود پارسال مرد. فقط منم الان تو دنیا. احسان تا حالا شده یه فکر پلیدی به سرت بزنه ولی انقدر پلیده نتونی به کسی بگی؟ فکر پلید به سرم بزنه پلیده شده؟ آره. چند بار؟ هم یه ایده دارم که مطمئنم میگیره ولی به کسی نمیگم. تو یوتیوب نمیشه بودش. منم ببین من یه ایده دارم خیلی دارکه. آره. به یکی دو نفر گفتم گفتن که آقا اصلا هیچ. مطمئنم میترکه. مطمئنم میترکه پولم میتونیم پارو کنیم باش. ولی اینقدر کثافت و مستحجن و نجس و زشته که هیچ وقت نمیتونی اجراش کنی متاسفانه. احسان. بله. میخوام ازت یه سوال جنجالی بکنم. سوال جنجالی بپرس. سوال جنجالی. نمیدونم چرا دارم سوال میکنم. گفتم بمیرم. اگر قرار بود یه روز حیوان خانگی یه یوتیوبر باشی کدوم یوتیوبر رو انتخاب میکردی؟ چه سوال خوبی. چه سوال خوبی. ببین حیوان خانگی ممنتو هیچ وقت نمیخوام بشم چون حیوان خانگیشونو دارم میبینم. یه سگ دارن چاپی تو خونه مثل سگ به معنی واقعی کلمه زندگی میکنه. ولی حاجی سامساوری یه گربه داره خیلی بهش میرسه. احساس میکنم عمو تئوری چی؟ عمو تئوری هم سگ داره. عمو تئوری هم گزینه مناسبیه. سگشو ندیدم سگم. ولی سامساوری یه گربه داره همین هر موقع استوری میذاره ازش داره. کلا اونایی که گربه داره اینا مام داریم ناکن. گرباتون تو میخوای ناکن گرباتون ناز نعمتن. اینو ببین فقط میخوره
میکنه میخوابه عش میکنه تو زندگیش. نه من یعنی میخوای چیز سامساوری باشی. آره کلا ناکو اونایی که گربه دارن چون تو سگو هر کاریش کنی اون مثل سگ زندگی میکنه، ولی گربه اینجوری که تو ناز و نعمت یعنی گربه باشی. گربه سامساوری میخوام باشم اصلا. احساس میکنم خیلی زندگی من از اینی که هست سر وقت بهت غذا میدن میان نازت میکنن. احسان میخوام سوال تخیلی ازت بکنم جان. اگر یه روز با یک موجود فرازمینی دیدار کنی اولین سوالی که ازش میپرسی چیه؟ چرا نمیزنی بپکنی زمینو؟ پکی حمله میکنی؟ دوست داری زودتر حمله بکنه؟ آره دیگه تموم شدی. خب احسان میخوام ببرم تو اعماق تاریخ. یا ابوالفضل از اعماق تخیل بردم. اعماق تاریخ میدونی کجاست احسان؟ نه. اگر میتونستی یکی از وقایع تاریخی کل جهانو از نزدیک ملاقات بکنی، یعنی یه اتفاق تاریخی رو ببینی، یعنی نزدیک چه اتفاقی میخواستی ببینی؟ یه دوره هستش تو دوره هخامنشیان، اسم دورهشو دقیقا یادم نیست، ولی میگن که توی دوره هخامنش سال کبیسه رو چیز نمیکردن. آها جشن هزار ساله. آره جشن هزار ساله روز کبیسه رو که ما الان تو تقویم داریم کلن حساب نمیکردن. آره بعد از اینکه میگذشت یک سال تمام رو فقط میخوردن، یعنی این شکلی بود که متوجه شدی چی میگم؟ نه یک سال نبود نرد یوسف، یک ماه بود. یک ماه بود یا یک سال بود؟ یک ماه بود. یک ماه بود. آره کل خزانه رو میومدن میبردن. آره دوست داشتم همین جشن، این جشن خیلی به نظرم یک ماه تو فقط به خرج دولت یک ماه سپری کنی. میخوام در اعماق تاریخ نگهت دارم. اگر میتونستی یکی از افراد تاریخی رو از نزدیک ببینی باهاش نهار بخوری، کدوم آدم بوده و چی بهش میگفتی؟ من یه تیشرت سبز دارم تنم نکردم، تیشرت کوروش کبیره. بعید میدونم میتونستم با کوروش کبیر سر یه سفره غذا بخورم. احتمالاً اگر تو اون دورم بودیم ما مثلا رعیت بدبخت بودیم، ولی خب یوتیوبر که اون موقع نبود. مثلا ما جنگاوری هم به اون صورت من بلد نیستم، حداقل یا آشپز میشدم مثلا مطبخ دربار دستم بود. خب چی میگفتی اگر میشستی با کوروش کبیر سر یک سفره؟ میگفتی کوروش جان چه خبر؟ هیچ، میگفتم این کشورگشایی که الان داری میکنی بعدن همینو یه چوسه ازش میمونه، تا میتونی حداقل بگیر، تا اون سر رو بسن بگیر، یه خود همین یه خود گنده تواره. میگفتم بگشا کشور را. احسان میخوام ببرمت توی تلویزیون. یا ابوالفضل ببین، میتونی برنامه‌های خارجی رو هم بگی. اگر قرار بود توی یک برنامه تلویزیونی، چه ایرانی چه خارجی، به مدت 24 ساعت زندگی بکنی، کدوم برنامه رو انتخاب میکرد؟ من بودم ماه عسل. چرا؟ چه خیلی حال میده. یعنی چی؟ گریه فقط میخوام ببینم میخوام ببینم واقعیه یا فیکه. من رفتم تو جوکر. چرا؟ چرا جوکر؟ فقط بخندی؟ آره شرکت کننده که نبودم دیگه، اون گوشه وای میستم میخندیدم حداقل. احسان اگر تو زندگی قرار بود یک روز رو دو بار زندگی کنی، کدوم روز رو انتخاب میکردی؟ سوالای فلسفی. روز عروسیمو. روز عروسی؟ هم میتونه روز عروسی باشه، هم اولین باری که خانممو دیدم رفتیم کافه با هم سر قرار. آوا واقعا دم شما گرم، ایشالله که ابدی باشه. قربان شما که همیشه عاشق همدیگه باشین. قربان شما، ممنونم، رمانتیک شدم، شفت بکنید قلبم اکلیل میشد. بابا اصلا گل خوردیم، اکلیل داشتم میریدم ریز تو حالم میتی، یه دو دقیقه گل نخور دیگه، داشتم رمانتیک میشدم. مدت بازی کی رمانتیک میکنه؟ من هر یه سال دو دقیقه پیش میاد اینجوری رمانتیک بشم فشار نخورم، همونم ریدی توش بدی. داشتم به روز اول آشنایی فکر، اون بابا آدم فشاری نبودم، اون موقع خیلی عادی رفت. چهار دو شدیم احسان، بدبخ شدیم که نه میتی با این تیم نبازی. میتی تو رو خدا تمام تلاش تمام بازی اول چهار دو میبریم، صد امتیاز دیگه احسان اینجا میگیره. ممنونم. یعنی در مجموع الان احسان 700 امتیاز داره. خدای شکرت، خدای شکرت، تو رو قرآن. اگر بازی دوم رو ببره 300 امتیاز دیگه میگیره، تموم امتیازا رو میگیره. ممنونم. اگر مساوی بکنه 150 امتیاز میگیره. ممنونم دیگه احسان جان، شما باید توی سوال جواب دادن منو کمک کن.
این موقعهایی که من دارم میزنم همه میزنم سریع جوابتو بگیم. من صد خودم رو دارم میزنم مهدی جان. تیم که قویه، خط دفاعی قوی، هافک ها قوی، حمله قوی، دروازه‌بان نویر داشت. بیا من مثلا حضوری من سوار ماشین شم نیم ساعت دیگه اونجا. ممنونم از سوالات زیبات. حریف دوم احسان جان اومد از ما قوی تره. شطوره یارو، مشخص بارسلونا هم گرفت، مشخص یارو پیتووینه، از باباش پول گرفته، یه تیمی چیده اومده اینجا. بابا نهایتاً 8 سال شریف روبروت، من انرژیشو دارم حس میکنم. وای روبرتو کارلوس داره، ایکر کاسیاس دروازه‌بانشه. ببین این اوناست که نیمه اول با خودش بازی میکنه، نیمه دوم دست رو میده باباش. بکنبایر ببین ترکیبش خیلی قویه، احتمال اینکه به این بیابازیم هست. هارمونی تیمش قوی نیست. این بازیکنه که گفتی شیرازه یه تیمش از هم پاشیده. من میتونم ببرزم هارمونی چیه دقیقا؟ هماهنگ شیرازه یه تیمش از هم پاشیده. داره کجا میاری؟ خب احسان جان میخوام ببرم تو فضای دارک زندگیت. زندگیم فضای دارک خاصی نداره، ولی خب ببر سعی تو. میخوام دارک شرش کنم واسه. من میگم دارک نداره. چی دارک؟ چی بگو؟ میخوام دارکش کنم. دارک کن، دارک دوست دارم. اگر بدونی فردا آخرین روز زندگیته، بله، اون روز چیکارا میکنی؟ کار خاصی ندارم بکنم حقیقتا. ویدیو همونو میگیری؟ آره راست، یه چند تا ویدیو میگم که جلو بیفتیم، بعد چنل میدم یوزر پس اینا رو که همه رو مهرانه داره، ولی چنل میزنم واسه مهرانه بمونه واسه خانومم. بقیه هم که هیچ چیزی. اون ایده رو نمیزنی؟ اون ایده که میگفتی؟ نه اون خیلی نجسه، اون دیگه به قبرم توف میبارن، یعنی اینجا میام میشاشن رو قبرم. اون ایده اصلا هیچ جوره قابل اجرا نیست. خب یوزر ریم پس رو میدی دیگه چیکار میکنی؟ 24 ساعت وقت دادی. همین یوزر پس رو میخوام میرم یه موز میخورم ببینم چه طعمیه. تا الان تو زندگی موز نخوردم. بعد جمعه بازار چیکار میکنی دیگه؟ جمعه بازار چی؟ جمعه بازار میری موز نمیگیری واسه خودت؟ نه جمعه بازار که چیز نیستش که. بازار بابا ندیدی یه ویدیو ما داریم جمعه بازار؟ برو ببین اون بازار دزداست. یارو مثلا سشوار رو چه میدونم همزن و قالباق و باشر سرسیدند پژو و اینا میفروشن توش، میوه پیوه نمیفروشن. دیگه چیکار؟ اصلا هیچ برنامه‌ای واسه آخرین روز زندگی نداری حساب؟ نه من همیشه جوری زندگی کردم که انگار امروز آخرین روزه. غروب ربات کریم رو شاید دارم ببینم. از جمعه بازار بری تهران ربات کریم غروبش رو ببینم. آره غروب ربات کریم میام. یه موز میخورم احتمالاً، چون موز نخوردم تا الان. اما موز بعد اگر میتونه اصلا راجع به آخرین روز زندگیش. من اشتباه کردم سوال پرسیدم. این چه واسه چی سوال پرسیده؟ برنامه نداره تو زندگی. من میگم اصلا بخش دارکی نداره زندگی تو. چیکار می‌خوای؟ من نمیتونم به چالش بیام. ببین اگر میتونستی با یه شخصیت کارتونی که دوست داری ملاقات بکنی و یک روز تو باهاش بگذرونی، اون شخصیت کدوم شخصیت؟ دشمن پلنگ صورتی، همون مرد چیزه که چاقالوه، دماغ داره، دماغش بزرگه فلانه. بارکلا پیرلو گل زد. پیرلو گل زد اصلا. ممنونم. چیز طبیعیه. لوت گل زد از دفاع ما، جلو گل زد یکی جلوی باریکل. بعد چی مثلا می‌خواستی با هم چیکار بکنی؟ مثلا 24 تا جلوشو بگیری مثلا پلنگ صورتی رو اذیت نکنه؟ نه بهش کمک کنم مادر پلنگ صورتی رو شوهر بده. خب بابا اون خیلی گناه داشت. پلنگ صورتی به نظرم خیلی شخصیت بیشوریه. بابا آخه نگاه بقیه دشمنا مثلا نکن، بقیه تو کارتونا دشمنا خبیث بودن، بیشور بودن، کثافت بودن. این مرد اصلا آزار نداشت، فقط دماغش دراز بود و پولدار بود. همین پلنگ صورتی کرم سرین. این خونه خونهشو میخواست رنگشو آبی کنه، پلنگ صورتی میومد صورتی میکرد. چون ماشینش اصلا کلا با رنگ صورتی مشکل من داریم. با رنگ صورتی مشخصا مشکل دارم. اون مصطفی از رنگ صورتی خوشش میاد. تو مگه استقلالی میگی من میخوام رو طرف اون آبی همش میکشید؟ بله من استقلالی هستم. من با رنگ صورتی، پلنگ صورتی و هر چیز صورتی دیگه مشکل دارم. عاشق دشمن پلنگ صورتی ام. اصلا تو ویدیوامو ببینی این مصطفی صورتی من دشمنشم. احسان اگر میتونستی 24 ساعت یه شیء بیجان باشی، چه شیء دوست داشتی باشی؟ 24 ساعت یه شیء بیجان باشم. احسان دارن چپ و راست میکوبن به دروازمون، دروازه داره آبکش میشه، 4 بار خورده به تیرک. نویر کارو در میاره، اصلا لازم به این چیزا نیست. ها شیء بیجان، هوله. چرا هوله؟ مثلا آخرین چیزی که آدم میتونه بگه هوله است. هوله خوبه دیگه. مثلا میگه میز.
الان گفتم این بی تلویزیون هوله خوبه. چرا مثلا چون جاهای مختلفی آدمو باهاش خوش میکنن؟ نه هوله مرد که باشی خیلی اتفاق خوبه. ولی خب نه هوله خوبه دیگه. برکلو چه گلی زدم احسان، با مسی چه گلی زدم احسان، 2-0. هوله من آجد هوله میخوای باشی خوبه. هوله همیشه آدما رو تمیز ملاقات میکنه. شما از حموم میای بیرون، از استخر میای بیرون، ای جای میای تر تمیزی هوله میگه کثیف باشه یارو، ممکنه کثیف باشه، هوله رو بمال قشنگ به خودش، خاک تو سرش اگر این کارو بکنه. سوال انحرافی نپرس مهدی پس. خب احسان میخوام وارد فاز فلسفیت بکنم. ممنونم از فلاسفه، من همیشه اگر کل زندگی تو میکردی یک کتاب، اسم اون کتاب رو چی میذاشتی؟ احسان یه گل خوردیم. وای سوالهات رو باید خیلی منطقی جواب بدی. اسم کتاب رو چی بذارم؟ چگونه فشار نخوریم. تو کل زندگیت مگه فشار داری میخوری؟ بله اینجوری برداشت میشه، ولی من خیلی آدم ریلکسیم، اصلا آرومم نسبت به همه چی. ولی خب میگم توصیه هامو توی کتاب منتشر میکنم، چگونه ریلکس زندگی کنیم، چگونه فشار نخوریم. How to not فشار. احسان جون. از اونجایی که شما عاشق غذایی، عاشق خوراکی، بله اگر میتونستی یه غذا انتخاب کنی که دوستش داری و تا آخر از عمرت اینو میخوردی، اضافه وزن نمیگرفتی، یعنی مثلا میتونستی راحت 100 تا فسنجون. فسنجون گیلانی با رب انار که مزهش ترشه تا ابد، از صبحانه، ناهار، شام، میان وعده، عصرانه، تا بمیرم همین الان میتونم فسنجون بخورم اگر موجود باشه، ولی گرونه چون گردو زیاد داره. میخوای بری بازیکن روحیه بدم؟ روحیه بده بهشون، یه دونه بخوری مثلا. ممنونم. جدی میگی؟ چند چندیه؟ 2-1. بچه ها حواستون بگید جلو، تیم بگه چه جلو، بهترین دفاع حمله است آقا، بهترین دفاع حمله تیم جلو. بازی کن بسر رحم نکن داری پاره کن با آقا پیلو، تیمو جمع کن، این بچه بچه ها نزدار رو بده بهشون، خط رو آقا راموس به چسب دفاع. احسان گول زدیم، احسان واقعا گول زدیم، مرسی، همینه میخوام. باری کلا بسر، باری کلا، یک شد بازی. من هی دیگه نه این پشت میکروفون ها، همینه حفظ کن آقا، آقا پیلو حفظ کن. ببین با جنجال بی پدر، رونالدو رو زد پنالتی شد، رونالدو رو زد پنالتی شد واسه ما. گولو بزن، گولو بزن، میخوام انتخاب کنی کی پنالتی رو بزنه. معلومه ندود، ندود معلومه. کجا بزنه، راست، چپ، وسط، چپ بالا، چپ بالا، یا امام زمان پر کرده به احسان گل میشه یا نه. وای گرفت احسان، گرفت کاسیاس، کاسیاس گرفت تو پنالتی. عجب خریه کاسیاس، مگه میشه پنالتی ندوه چپ بالا گرفت. احسان اگر میتونستی با جادو یکی از ترس های بزرگ زندگی تو از بین ببری، کدوم ترست بود؟ با جادو ترس از بین ببرم؟ ترس خاصی نسبت به مثلا چیز خاصی ندارم. ترس از آخه دلم نمیخواد، من مثلا از تنهایی میترسم، ولی دلم نمیخواد از بین برم، اون بترسم بهتره چون همیشه یکی کنارم هست. آره مثلا تو از سوسک بترسی بعد مثلا با جادو اینو از بین ببری، بعد سوسک بیاد نه ترسه و بمونه دیگه، نترسی سوسک قشنگ میاد تو لباس. آره دیگه واقعا چندشه اصلا واقعا سوسک. نه هم ترس از تنهایی دارم که امیدوارم از بین نره. چه چیزی میتونه از این که مثلا تو دوست صمیمی یکی باشی، خب از دوست صمیمی بودنت یه دشمن بسازه؟ واو عجب سوالی پرسی. سوء استفاده مثلا چی کار؟ مثلا یک مثال بزن. سوء استفاده کنه دیگه، چه میدونم معانی و تعابیر مختلفی داره، از اعتمادم سوء استفاده بشه، چون من معمولا توی دوستیام صدمو واسه افراد میذارم همیشه، به اینم فکر نمیکنم که این قضیه برگرده یا نه. مثلا صدمو واسه یکی میذارم اینجوری نیستم که طلبکار باشم، آی من مثلا فلان جا واسه این کارو کردم تو هم باید بکنی، اینجوری نیستم، بیچش داش معمولا کمک میکنم. ولی اینکه ازش سوء استفاده بشه دیگه خیلی مطلقا بعدم میاد دو طرف برم مثلا یه کاری واسه طرف بکنم، طرف از این قضیه سوء استفاده، اعتمادم سوء استفاده کنه. مثلا اگر قرار بود استان اسم خودتو به یه چیز عجیب و غیر عادی تغییر بدی، به چی تغییر میدادی؟ اسمم بذاریم دابل بیلاخی. چرا؟ نه دابل بیلاخی میدید چیه؟ نگاه اینا، به اینا میگن دابل بیلاخی. شما یه گوشی هم داشتی، یه گوشی رو متاسفانه اون گوشی رو از دست دادی تو تهران. آره. یه بنتم بود. این دابل بیلاخی، این نماد استکباره. این بیلاخ مثلا پنالتی دوباره پنالتی گرفتی. بازم بده ندوت.
بازم بده ندوت. بازم بده اون ندوت با گل بزنه. کجا بزنه ندوت؟ هر جا بگی میزنم. بگو ببینم میتونی به ایکر چپ بالا گفتیم این دفعه بزن راست پایین مثلا. وای آجی راست پایین گل میشه. 100 گله. 100 گله داره میزنه. 100 گله. 100. اوه توی دروازه زد. مرسی. چهار یک. تیم حریف 10 نفره از کارت قرمز گرفت یکیشون. ریده. اصلا من گفتم آقا شیرازه یه تیم حریف از هم پاشیده. آسوشیت تیم حریف پرس شده. ترکیده. آسوشیت دیگه چی؟ اینا راجی اصلا کجا داره در میاد؟ من نمیدونم. یه سری کلمات و قلمبه سلمبه بلدن تو همه چی به کار میره. قرار بود با یک شخصیت فیلمی، یعنی یه شخصیتی که توی مثلا سریال و فیلم بازی کرده مثل هری پاتر. شام بخوری کیو انتخاب می‌کردی؟ ازش چی می‌پرسیدی؟ با بتمن. با بتمن می‌خواستی چیکار کنی؟ شام بتمن شبا میره بیرون سراغ نجات دادن مردم. دقیقاً می‌خوای زمان کارش وقتشو بگیری. آفرین با بتمن شام می‌خورم. بعد میام احمق. چرا جوکر رو مثل آدم نکشتی؟ کودن. چرا تحویلش دادی زندان؟ چرا نمی‌کشیش بیناموسو؟ اگر دوست داشتی جای یکی از ابر قهرمانا باشی کیو انتخاب می‌کردی احسان؟ ددپول. آجی دارم یه لحظه لباس ددپول رو تو بدن تصور میکنم. ادیتور ددپول هم کن اینجا لباس ددپول بکن تو طرف میکنم. چه رنگ خوشت میاد میتی جون؟ از رنگ آبی و توسی احسان جان. به زرد تا الان فکر کردی؟ زرد نه، چون زندگی پرهاشی و زردی نداشتم. چه ربطی داره؟ من رنگ مورد علاقه هم زرده ولی زندگی پرهاشی و زردی ندارم. بخونه آدم حاشیه ای هستی. 4-1 احسان میبره. بردیم؟ بله 4-1 بردی. بالاترین امتیاز ممکن رو توی این سری گرفتی احسان. نفرات بعدی که میان فقط باید مبارزه بکنن که امتیاز تو رو بگیرن، باید مساوی بشن. عالیه عالیه. احسان جان دم شما گرم که تشریف آوردی. با 1000 امتیاز کار خودتو تموم کردی. مکس امتیازا. ممنونم. ممنونم اس ساشو. درود بر شما. دست تک تکتون رو میبوسم. حتما تو کامنت ها اعلام بفرمایید که ما خیلی قوی هستیم. ممنون. خداحافظ. قربون شما. خدا نگهدار.